به نام خداوند رحمتگر مهربان ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید، به طوری که با آنها اظهار دوستی کنید، و حالا که قطعا به آن حقیقت برای شما آمده، کافرند، و پیامبر خدا و شما را از مکه بیرون می کنند، که چرا به خدا پروردگارتان ایمان آورده اید. اگر برای جهاد در راه من و طلب خوشنودی من بیرون آمده اید شما پنهانی با آنان رابطه دوستی برقرار می کنید در حالی که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم و هر کس از شما چنین کند قطعا از راه درست منحرف گردیده است اگر بر شما دست یابند دشمن شما باشند و بر شما به بدی دست و زبان بگشایند و آرزو دارند که کافر شوید. روز قیامت نخیشان شما و فرزندانتان هرگز به شما سود نمیرسانند. خدا میانتان فیصله میدهد و خدا به آنچه انجام میدهید بیناست. قطعا برای شما در پیروی از ابراهیم، و کسانی که با او گند سرمشقی نیکوست آنگاه که به قوم خود گفتند ما از شما و از آنچه به جای خدا می بیزاریم به شما کفر میورزیم و میان ما و شما دشمنی و کینه همیشگی پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان آورید جز در سخن ابراهیم که به ناپدری خود گفت حتما برای تو آموزش خواهم خواست با آن که در برابر خدا اختیار چیزی را برای تو ندارم ای پروردگار ما بر تو اعتماد کردیم و به سوی تو بازگشتیم و فرجام به سوی توست پروردگارا ما را وسیله آزمایش و آماج آزار برای کسانی که کفر ورزیده اند مگردان و بر ما ببخشای که تو خود توانای سنجید کاری قطعا برای شما در پیروی از آنان سرمشقی نیکوست یعنی برای کسی که به خدا و روز بازپسین امید میبندد و هر کس روی برتابت بداند که خدا همان بینیاز ستود صفات است امید است که خدا میان شما و میان کسانی از آنان که ایشان را دشمن داشتید دوستی برقرار کند و خدا تواناست و خدا آمرزنده مهربان است اما خدا شما را از کسانی که در کار دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند باز نمی دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید زیرا خدا دادگران را دوست می دارد. فقط خدا شما را از دوستی با کسانی باز می دارد، که در کار دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه هایتان بیرون رانده و در بیرون راندنتان با یکدیگر هم پشتی کردند و هر کس آنان را به دوستی گیرد آنان همان ستمگرانند ای کسانی که ایمان آورده اید چون زنان با ایمان مهاجر نزد شما آیند آنان را بیازمایید خدا به ایمان آنان داناتر است پس اگر آنان را با ایمان تشخیص دادید دیگر ایشان را به سوی کافران باز نگردانید نه آن زنان بر ایشان حلالند و نه آن مردان بر این زنان حلال و هرچه خرج این زنان کرده اند به شوهران آنها بدهید و بر شما گناهی نیست که در صورتی که مهرشان را به آنها بدهید با ایشان ازدواج کنید و به پیوندهای قبلی کافران متمسک نشوید و پایبند نباشید و آنچرا شما برای زنان مرتد و فراری خود که به کفار پناهنده شده خرج کرده اید از کافران مطالبه کنید و آنها هم باید آنچه را خرش کرده اند از شما مطالبه کنند این حکم خداست که میان شما داوری می کند و خدا دانای حکیم است و در صورتی که زنی از همسران شما به سوی کفار رفت و کفار مهر مورد مطالبه شما را ندادند و شما قنیمت یافتید پس به کسانی که همسرانشان رفته اند، معادل آن چه خرج کرده اند بدهید و از آن خدایی که به او ایمان دارید بترسید ای پیامبر چون زنان با ایمان نزد تو آیند که با این شرط با تو بیعت کنند که چیزی را با خدا شریک نسازند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و بچه های حرامزاده ای را که پس انداختند با بهتان و حیله به شوهر نبندند و در کار نیک از تو نافرمانی نکنند با آنان بیعت کن و از خدا برای آنان آمرزش بخواه زیرا خداوند آمرزنده مهربان است. ای کسانی که ایمان آورده اید مردمی را که خدا بر آنان خشم رانده به دوستی مگیرید آنها واقعا از آخرت سلب امید کردند همان گونه که کافران اهل گور قطع امید نمودند